یه پشیمانم صبرم از آقا اینه مسئله. ما باید دنبال این چیزای جدید بریم. چرا اینا رو ما گذاشتیم کنار؟ آخه چرا بده؟ سوال خوبیه. اتفاقا در مورد شعرهای پرمعنیتون صحبت کردین و میتونین توجه کنیم که تو شعراتون خیلی عشقتون و احساساتون نسبت به همسرتون بیان میکنین. سالیان سالی من به همه میگم، ولی خب سالیان سالی که اتفاقا شما با هم هستین، این گلی که اینجای منه این عشقه. این اگه عشق نباشه گل نیست، میشه اسم خار. درست توجه میکنی؟ شما به یه شاخه گل رو میگیری، این شاخه گل که اول میگه تیغ هم داره، ولی تیغاشو میکنی، اون گلش رو نگر میداری، لذت میبره از اون گل. حالا شما بیا اینو تبدیلش کن به یه دشمنی، همش اعصابت ناراحت از چرا من این کار کردم. خب بابا این اول یه فکر کن، نکن عشق محبت دوستی کن. اون خودش هم که میخواد بدی کنه، وقتی شدید هی شما بهش محبت میکنی خجالت میکشه. ولی خب میخواستم که راز موفقیتتون رو تو این زوج بگین که آدم ها بتونن درس بگیرن که چجوری سالیان سال اینجوری در کنار هم زندگی کنن، چون این دوره همه تحملشون زود تموم میشه، سعی میکنن مثلا رابطهشون عوض کنن، با یکی دیگه آشنا بشن، ولی این که مثلا چندین سال شما در کنار هم هستین خیلی چیز مهمیه. و اگه بتونین مثلا بگین ببین خللی در این وجود نبوده. ببینی خلل نبوده، یه جایی یکی از اینا یه عیبی داره. ماشین وقتی داره با اون سرعت میره، وقتی با میسته، شما باید ببینی عیب از کجاست. ماشین ماشینه، کادیلاک کادیلاک، لکسس لکسس، بنزن، ولی اینا همه خوبن، ولی یه جایی میشه که همون بنزن شما رو تو راه میذاره. ازدواج یعنی همین. شما اگه تفاهم نداشته باشین، تحمل هم دیگر نداشته باشین، بالاخره یا شما درست میگی من اشتباه میکنم، یا من اشتباه میکنم شما درست میگی. خب اینه میشه با خوشی و کیف و زندگی و عشق و محبت اینه حلش کرد. آخو با دعوا و مرافع و خب این دیگه تو زندگی نیست، این مردگیه به نظر من. مرسی، خیلی متشکرم.